اینجا روستای به نام خور. خور نقطه ای را گویند که در داخل کویر میره جلو یا در داخل دریا. اسمش هم خیلی قدیمیه. قبل از اسلام بوده. تاریخش هم قبل از بیرجند بوده. اینجا شهر بوده. در جنوب شهر قاین تاریخ من المشارق من المغارب میگوید که در جنوب شهر قاین دو شهر وقت وجود دارد، یکی به نام شهر خوش و یکی به نام شهر خور. تاریخ 4-5 هزار ساله دارد. منتها این منطقه منطقه ای از گنسیر و این شرفه ها و پنجره هایی که میبینید رو بادگیر ها درست کردن، ما میگیم شرفه. اینا بادگیر ها اسمشون، ولی ما میگیم شرفه. این شرفه ها رو برای اینکه در تابستان یه بادی از این بالا میاد، باد چله، به نام چله، یک سره این 40 روز از یک سمتی از سمت شمال شرقی روستا باد میاد و این بادگیرا رو درست کردن برای اینکه توی خانه ها بتونن زندگی کنن. بادگیرا بیشتر برای خانه های تنبی درست میشود. این منزلایی که درست میکنیم کردیم، اینا یه خانه زمستانی داشت، یه خانه تابستانی به نام تنبی، یه خانه مهمانخانه به نام خانه صفنوار و دو تا ایوان معمولاً منزل داشت و 4 تا هم سالون. این شرفه ها، این بادگیرا برای تابستان، در زمستان اینا را میبستیم و در تابستان هم اینا را باز میکنیم. قدیمی ترین روستای اینجا علی آباده. علی آباد اسم جدیدشه. قدیم گفتن بختا، بختا به نام بخت النصر که در تاریخ قبل از اسلام بوده و اینجا خیلی روستای بسیار قدیمی هست. Вот.
به جا به جا. خاکی ها به جا به جا. بازم میاد؟ بله. سبیل میاد؟ بتون فیدی؟ مشکی به جا؟ چف صاحب رشم؟ به جا؟ بله. میاد؟ به جا میره. بله. تنها میره. بله. اگه به جا. به جا. برده رفت بوتونه میره. از اینجا 80 کیلومتر تا بیرجند 85 کیلومتر 4 کیلومتر 50 کیلومتر هم تا خوشفه فاصله دارد و قدیم البته با الاغ و شتر و اینا میرفتن، حالا دیگه وسیله ها اومده، مردم با ماشین قبل برق میشن. مردم اینجا روستای خور از قدیم کاریز داشته و آب مصرفیشون از قنات بوده. مشهور است که میگن اینجا 70 تا کاریز رو به قبله داشته. آبش هم شیرینه، آبش هم خوشگواره، قناتاشون آبش شیرینه. مردم از این آب قنات استفاده میکردن. ولی در کنار کشاورزی دامداری داشتن. الان دو قسمت مردم ما عشایرن، از قدیم هم عشایر بودن، مالدار دامدار بودن، ولی مردم خودی محل از همین کشاورزی زندگی میکردن و تغییراتی هم در این محل به وجود آمده از وضع ساختمانشون و این روستا چندین مرتبه این وروبر تغییر کرده. یه موقعی بالا بوده، یه موقعی پایین بوده، یه موقعی اون جا قلعه بوده، یه موقعی هم اینجا بوده، حالا باز داره میره بالا و تغییر میکرده. خانه هاشون هم از قدیم الایام خو همون خانه های مثل همون خانه های خوش تیغلنگه بوده و منزلاشون سرا بوده و فعلا تغییر کرده با وضع جدید. جمعیت اینجا در حال حاضر حدود 200 خانوار جمعیت داره خود خور و ولی روستای اطراف هم دیگه اینا یکی هست، اینا با هم بسته هست، یه مزرعه ای وسط هست، یه محله میگن خور، یه محله میگن نوقا، یه محله میگن علی آباد، یه محله میگن سروباد، اینا یکی هست، همه با هم حدود 1000 خانوار جمعیت داره.
منطقه که شما اینجا میبینید این منطقه روستای خوره، منطقه شترداری این منطقه که در زمانهای قدیمی چای که شما میبینید توسط نفر با دول آب میکشیده به این شتر آب میداده و حالا موتورهای دو انج روبین میآوردن و اینجا جاویه درست کردن و سیمانی و الان داریم ما به وسیله این موتور بین آب میدیم. این منطقه کلن یه منطقه شترداری است که در حدود 100 کیلومتر کلن این شترها این توابق زیر شتر است که کل این شترهای مردم در اینجا میان آب میخورن و میرن و الان هم چندین سال شده بر اثر خشکسالی آب کم داره چاها و مشکل آب داریم ما و مردم بر اثر خشکسالی نصف شترهاشون مردن و نصفی هم بر اثر اینکه آذوقه اینا نتونستن بدن فروختن و الان شتر اینجا که بالای 23000 شتر بوده الان به 5000 شتر بیشتر نمیرسه که همه بر اثر خشکسالی‌های زیاد و آذوقه‌های گران توان مردم نیست که اینا را جمع‌آوری کنن یا فروختن یا مردن و یه چند نفری که الان شتر دارن این افرادی هستن که حداقل خودشون از نظر مالی خورده بعضشون درسته که چند نفر شطوری که الان در این روستا در این توابع هستن به خاطر اینکه وضع مالیشون یه خورده بهتر است وگرنه در این منطقه دیگه داره شطورداری هم دیگه داره کم کم منهدم میشه بر اثر خوشحالی. از لار فرنگی اینا تابع خوش بودن و البته خوش از قدیم الایام مرکز حکومتی این منطقه بوده و مردم اینجا از قدیم اینجا دارال ایمان بوده. دلیل ما هم بر اینه که الان 5-6 تا مسجد داره و مسجدهایی داره که خیلی هم قدیمیه که تاریخش کسی نمیدونه. اینا مردمش شیعه اسناجری بودن، آثاری اگر مذاهب دیگر هم بوده فقط تو قبرستون ها معلوم میشه بعض جای قبر به در میاد که قبل از اسلام بوده که رو به قبله دفن نمی کردن. حالا اونا زردشتی بودن یا چی بودن، اونا قبل از اسلام بودن. از زمانی که اسلام از سال 20-25 هجری که آمده اینجا پس شده دیگه اینجا مسلمان بودن و شیعه نشین بوده اینجا. زمان سباهیان آمدن اینجا قلعه ساختن، البته دیگه شیعه بودن، لالا شیعه سباهی بودن، شیعه اسماعیلی بودن یا اسناجری بودن تا زمان اونا. از زمان بعد از اونا دیگه اینا شیعه اسناجری بودن، فرهنگشون این فرهنگ محلیه. این شترهایی که شما میبینید در اینجا میچرن اینا سال تا سال اگر وضع بارندگی خوب باشه نیاز به آذوقه ندارن، از همین آذوقهای این خود بیابان تغذیه میشن و سالهای سال بوده که اصلا به هیچ عنوان شتر معنی آذوقه دادن از نفر نداشته و الان که ما داریم میبینیم خوش سال هست آذوقه میدیم، وگرنه شتر به هیچ عنوان نیاز به آذوقه در این منطقه نداره. حتی از خودش از این قلوفه صحرا تامین میشه و خودش هم میره داخل صحرا میچره برمیگرده. اینجا شتر هم یه خصلتی دارد که یک دفعه که اینا آوردی سری چه آب دادی دیگه خودش یاد میگیره. این محل ما چند رقم باد داره؟
یکی رو میگیم فرهباد، از این طرف جنوب شرقی حرکت میکنه. یکی رو میگیم سیاهباد، سیاهباد از این طرف جنوب غربی حرکت میکنه. یکی رو میگیم چلباد، چلباد در تابستان از این بالا میاد که این شرفه ها و بادگیرا رو برای چلباد ساختن، چون چله تابستان چله بزرگ اینجا خیلی گرم میشه، این بادگیرا رو ساختن که بتونن توی خونه ها زندگی کنن. یه بادی را میگیم کلغورباد، از طرف قطب اصلی حرکت میکنه. یک بادی هم میگیم گفتیم فرهباد که از این طرف جنوب شرقی حرکت میکنه. وقتی این بادگیرها رو ما خود من زیاد از اینا ساختم، این منطقه اینا بیشتری بادگیرها رو ما ساختم، اینا قدیمیه دیگه. و قدیمتر از اینا یه جور بادگیر دیگه در حالا هست، چند تا نمونه اینجا هست که خیلی دربندهای بزرگی داره و تمام بدنه خانه را میگرفته، ولی اینا جز بادگیرهای جدید ما هست که اینا را میساختیم. اینا ترز اینجا این بدنه خانه که بالا بام وقتی که تزر پوچیده شد بدنه را میگذاریم، بعد تیغه میکنیم، تمامش تیغه هست. تیغه یعنی خشت راسته، خشت راسته هست و دتای دوپهلو خشت ضربیه 20 سانتیه، ولی اینا خود خشت تیغه هست 5 سانتی 10 سانتیه. اینا را دور برش اول میگرفتیم، بعد این تقسیم میکنیم که شرفه ها پندره ها به یک اندازه باشه. اون وقت اینا رو تیغه میکنیم، بعد که تیغه شد از این بالا این خشتار رو میپوشیم، او رو هم تیغه میپوشیم. اینجا سه چهار ریز کار میکنیم که خوشنما باشه، باد بگیره. بعد اینا رو زهبند میکنیم، شمشه میکنیم، یه شمشه دور به دور میکشیم، بعد تقسیم میکنیم این شمشه ها رو میکشیم. اینا خیلی کار داره، اینا هر شرفه یک روزی استاد با چند نفر کارگر باید این شرفه ها رو بسازه، اینا آسون ساخته نمیشه. منتها خب اینا آثار مونده، الان خود دیگر اینا درست نمی کنن. ولی یه رقم شرفه دیگه هست خیلی از اینا هست، سه رقمه. یه رقم این میگیم بادگیر اون بالایه، اونا یک پنجره هست. یه رقم این چهار پنجره هست، تمام بدن اتاق هر کدومی در حدود نیم متر دهنه داره. یه رقم هم اینا هست، اینا سه جور بادگیر های برای اینجا ساختن. از نظر اقلیمی اینا خیلی کاربرد داره، تابستون و ازش استفاده میکنیم. از اول در نصرآباد متولد شدم، برای ساختن بناهای خیریه این منطقه اینجا افتادنه بود در خور، بزرگانشون آمدن پدرم را آوردن برای ساختن حمام و حسینیه و مسجد و اینجا. من هم با اتفاق پدرم آمدم اینجا. اینجا که آمدم با این مردم شناخت پیدا کردم و اونس گرفتم و یه نفر عالم بزرگم اینجا بود، درس هم میخوندم، درس روحانیت میخوندم. تا اینکه دیگه به حد راش که رسیدم خودم به این مردم اونس گرفتم، اینا هم دیگه من رو رها نکردن. ابتدا هم در همون محل خودم ازدواج کردم، 10 سال در اونجا موندم و خانواده هم از دنیا رفت. بعد دیگه پرداختم اینجا ازدواج کردم، در اینجا ازدواج کردم و هم کارهای معماری و بنایی منطقه، نه تنها در اینجا، در تمام منطقه کوهستون ها هر جا مسجدی، حمامی، بنای خیریه هست من ساختم. و در ضمنی که معماری و بنایی میکردم مردم رو تبلیغ میکردم، تبلیغات من هم تأثیر خیلی داشت، چون همونطوری که داشتم کار میکردم مردم رو تبلیغ میکردم، موعظه میکردم، مسئله میگفتم. و اون بود که توی منطقه دیگه موندم همینجا.
موبایل جانه اینجا یه فرم قدیم ساختن و یه فرم جدید و یه فرم جدیدتر. فرم قدیم که اوایل کار ما بود این ساختمان ها رو هر منزلی میگرفن دو تا ایوان درست میکردن، چهار تا هم سالون که همین منزل خود ما خودم ساختم و تقریبا فرم قدیم قدیم نیست ولی شبیه همو هست و ایبونا و خونه ها هم اول جناقی می زدن، تیغ علینیه می کردن و ستاشن با آجر و تیغ با قشن تیغه قشن خام می پوشیدن. بعد بر زمانی که ما آمدیم اینجا یه فرم دیگری آوردیم، خانه ها رو ضربی می زدیم و هلالی اونا هم رو گفتن تزر. تزر هم بدی مناسبت بود که استادای معمارای اینجا سابق میرفتن مملکت تزار روسیه و این فرم از اونجا یاد گرفتن. اینجا میساختن هلالی فرم هم ایوان منزل با اینا تره. کم بکن باز اودر عوض شد، باز ما مجددن ایوان رو خانه ها رو که میساختم یک صبح میساختم و باز یه فرمی آمد که گفتن یه سالون در وسط درست میکردن، چهار پنج تا هم اتاق دوبره این سالو. اون فرم طول نکشید، فرم جدید آمد. فرم جدید که آمد همین فرم حالا وسط یه حال می سردن و چند تا هم خونه دوره بر می سردن. اولا ساختمان ها همون تر با گلوخش همون گنبدی می ساخته تا این که دیگه کم بگم این آهن حالات اومد داده و این فرم جدید که حالا آهن می زنن و آهن پوش میکنن. ساختمانه های مهم از قبیل حمام اینا رو، حوض آب انبار اینا رو ما با ساروج می ساختیم، سیمان نبود، با ساروج با آهک. آهک تنها چهار قسمت آهک می کردیم، دو قسمت شن می کردیم، یک قسمت هم خاکستر. اینا رو ضرب می زدیم زیاد و یه ساروج با کار می بردیم. این حمام که الان هست این تمام با آهک ساخته میگه، سیمان به کار نرده. همام اینجا البته سابقش خیلی دوره، سابقش تقریبا از تاریخ 1072 اینجا همام ساخته شده که سنگلوه داره، این سنگلوه که الان هست. سنگلوهش خودش میگه که در دور سلیمان زمان، یعنی شاه سلیمان صفوی، در دور سلیمان زمان شاه سوار بانی شاه سوارش می شوده.
از مهر علی ولایت‌بخش شد منصور. از بحر بنای خیر حمامی ساخت تا یابد از آن آینه دلها نور. توفیق ز حق جست و به اتمام رسوند، در دنیا کرد آخرت را مأمور. از دامن همت بلندش یا رب کوته بادا تا به ابد دست فتور. افزود 2 سال گوهر تاریخش، آمد بیرون ز چی؟ آب گرمابه خور. همین آب گرمابه خور حساب کنید تاریخش نایر میشه. آب گرمابه خور. این تاریخش. از ابتدا ما محل زراعت میگیم کشمان. یه کشمان زهرانی خوره، اسمش بسیار قدیمی زهرانیه و مدار آبش هم در 16 شبانه روز هر شبانه روز یعنی 408 بوله، 8 فنجان، فنجان میگن، در از میگن فنجان، ما میگیم فنجان. و وقتی مدارش دارن کشاورزی میکنن، محصول موجودی حالاش ذرته و ارزنه و پنبه هست، زعفران هست. زمان سابق هم همین رو میکشن، البته پنبه هاش فرق داشت. پنبه او زمان پنبه میکشن که لباس میکردن، پنبه حالا نه، پنبه هست میره به کارخانه. این پنبه رو میگن پنبه درشت. پنبه قدیم رو بگیدن پنبه نرم، پنبه رنگین هم داشت، ولی اونا دیگه حالا برداشته شده. و زمینش هم هر شبانه روزی حدود 4 هکتار زمین آب میخوره در شبانه روز، 4 هکتار. و مدارش بر 8، یعنی هر 8 روزی یه مرتبه، 16 هست مدار بر 16، اما هر 8 روزی یه مرتبه این محصول باید آب بخوره، اینا رو آب میدن. و گرامور زمینش هم منه، هر منش 72 متره، هر 1 من زمین 72 متر هست. و هر 1 فنجان حدود 60 متر زمین معمولش هست که باید آب بخوره. و وضع آب خوردنش از قدیم تا حالا فرقی نکرده، آبش کم زیاد نشده چون جلگساره. و تنها قناتی که در این منطقه بخش خوش ما هست که آبش فرق نکرده همین قنات زهرانی خوره. جمعیت اینجا زیاده، کفایت نمیکنه. تقریبا 1/3 هاش مردم بیشتر این قنات ها کفایت نمی کنه، بقیه را از بیرون میارن. و محصول صادراتی ما فقط شتره. ما شتر داریم و گوسفند داریم و تو بیابون میچرن. البته شتر، گوسفند که بل صادراتی هست، اما چون جیره میخورن نمیتونیم گوسفند زیاد داشته باشیم. خوشحاله، 12 سال شده خوشحال شده، ولی شتران نه، با همون خوشحالی تو بیابون زندگی میکنن. این وضع معاش
ما مردمه و اینا مزرعه اینا در دو فصل میکنیم. این قسمت زمین را از اونجا تا پایین یه سال میکنیم، این سال کشته شده از اونجا به بالا تا دم قنات با سال بعدی میکنیم. آیش و پیرایشش در دو فصله، در دو موقع. همین زمینه که الان پنبه داره دندان بوده. جوان ها اینجا حدود 10 سال قبل داشتن مهاجرت میکردن و حدود 7-8 سالی 10 سال شده که دیگه برگشتن. الان دارن اینجا شهرک نیو که میسازن، جوان ها میسازن و برگشتن اینجا. چرا؟ برای اینکه اینا شهرها هم گرفتن، اونها خبر نیست. شهر خرج داره، شهر گرفتاری داره، شهر ترافیک داره، شهر مالیات داره، شهر عوارض داره، گرفتاری ها زیاد داره. اینجا از لحاظ هوا، فضای آزاد، مثلا خرجش کمه. اینا هم دارن برمیگردن، الان باید 10 سال شده دارن برمیگردن. و خب اینجا هم اگر واقعا برای کشاورزی اینا کار کنن، اینا عایدات داره، درآمد داره. زعفرانی که مشغالی مثلا چند تومن قیمت داره، آب زیاد نمیخواد. پسته الان اینجا باغ پسته کشن، پسته به اون قیمت اینجا پسته هم خوب به عمل میاد، ولی اینجا پسته کاریش خیلی خوبه. الان تا به تازگی زیتون آوردن کشن که خوب به عمل میاد. خلاصه برگشت روستا خیلی خوبه. اینا جوان ها دارن برمیگردن، انشاءالله امیدواریم که روز به روز وضعیتش بهتر بشه و خوب بشه. من روستا رو، همه روستا رو دوست دارم، متعلق به همه جایی هستم این منطقه، چون همه جا میام و بیشترم در روستا زندگی کردم. من بچه شهرم، آخر من در بیرجان اول زندگی بودم، خودم اول زندگی در بیرجان بودم، در خوش بودم. که من بگم چون من فضای روستا رو بهتر دوست می‌داشتم آمدم اینجا و بهترم هست، خیال ما راحت‌تره. او درگیری ها و گرفتاری های شهری اینجا نیست، فضای آزاده. از لحاظ کارم اگر که کارگر باشه، من خودم کارگر بودم، روحانی هم که بوده از روحانیت که معاش نمی‌گذارندم، از کارگری معاش گذارندم. من معمار بودم، خب کار کردیم. اگه کسی کارگر باشه، امروز یک نفر کارگر میکرد 15,000 تومان، 15,000 تومان توی این محل ما. خب وقت معاششون به خوبی هم میگذره، کارگرم پیدا نمیشه، کارگرم از بیرون داره میاره. نه اینجا محلش روستا خیلی خوبه، ما که روستا رو پسند کردن اومدم اینجا. بله، الا ما محل ما که شهر بوده. البته بچه های ما علاقه به روستا زیاد دارن، هر روز جمعه پنجشنبه تا فرصت پیدا کردن میان به روستا. روستا های حالا شهره، چون امکانات هست، برق هست، تلفن هست، آب هست، درمانگاه هست، مخابرات هست، تمام امکانات شهری رو ما داریم. امیدوارم که انشاءالله خداوند این انقلاب ما رو روز بر روز پیروزتر کنه. خداوند این پیشرفت‌های صنعتی ما رو زوال نیاره، این امنیت کشور ما رو زوال نیاره، این فراوانی نعمت که در کشور ما وجود آمده خداوند زوال نیاره. عزت امام زمان و عزت دعای نیکان ما، خداوند انشاءالله همه ما رو از گزند روزگار محفوظ و مسلم بداره. آمین رب العالمین انشاءالله تعالی. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحول الله وقوته اقوم واقود. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله.
صلی علی محمد و غفرته التوحیده. الله اکبر. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.